سرخط خبرها. آمریکا در آستانه تکمیل روند کاهش نظامیان در افغانستان. معاون اشرف غنی میگوید واشنگتن به طالبان بیش از حد امتیاز داده. رونق زودگذر پیامرسان سیگنال در ایران. کمیته فیلترینگ دانلود این اپلیکیشن را مسدود کرد. نگرانی از شیوع دو گونه جهش یافته کرونا در برزیل. بریتانیا میگوید ویروس تازه به این کشور هم رسیده. و عملیات جستجو و نجات برای زیر آوار ماندگان زلزله اندونزی. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان امروز به پایین ترین سطح در 19 سال گذشته میرسد. دولت آمریکا وعده داده بود سطح نیروهایش را تا امروز به 2500 نفر برساند، تصمیمی که به دلیل افزایش خشونت و ناامنی در افغانستان با نگرانی های همراه بود. همزمان امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی گفته آمریکا بیش از حد به طالبان امتیاز داده. ملک ستی، تحلیلگر مسائل افغانستان و پژوهشگر امور بین الملل از شهر کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای ستی، به نظر میاد که آمریکایی ها مصمم هستند که اون چی که با طالبان وعده داده بودند رو یا توافق کرده بودند رو عملی کنند. دقیقا چنین است و آمریکایی ها به ویژه دکترین آقای ترامپ که آخرین روزهای خود میگذرانه با این تعهد خود دار عمل میکنه و وضعیت افغانستان پیچیده تر از همیشه خواهد ساخت. ما خبرهای از افزایش جنگ ها داشتیم، از افزایش خشونت ها داشتیم و از طرفی هم قرار هست که تا آخر ماه می تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج بشن. در این 3-4 ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب ببینین، افغانستان مانند این 20 سال بیشتر از پیش نیاز به نهادهای حمایتی دارند، به ویژه نهادهای حمایت بین المللی برای حفظ یک ثبات سیاسی در افغانستان. وضعیت کنونی افغانستان فوق العاده آسیب پذیر است و دولت افغانستان حتی به باور من طالبان نیاز به این حمایت بین المللی نیروهای رزمی جهان دارد. چرا؟ اگر ثبات افغانستان به هم بخوره و جنگ ها دامنه‌دار تر شوند از این بیشتر و نیروهای دیگری در این جنگ فعال شوند، در آن صورت برای طالبان و برای دولت افغانستان رسیدن به یک ثبات سیاسی خیلی پیچیده تر از همیشه خواهد بود. آقای ستیز، وقتی که دونالد ترامپ استراتژی خودش رو در مورد افغانستان و جنوب آسیا معرفی کرد، آشکار کرد، میگفت که هدف دولت آمریکا این است که طالبان از پیروزی در جبهه‌های جنگ ناامید شوند و به مذاکره روی بیارند. این استراتژی حاصل شده که حالا آقای ترامپ میخواد نیروها رو بکشه خارج بکنه از افغانستان؟ یک بخش این استراتژی حاصل شده که طالبان به میز مذاکره آمدند، اما بخش نخست که پیش زمینه اصلی این استراتژی بود که آن هم طالبان دل سرد شوند یا طالبان جنگ را کنار بگذارند و بیایند برای مذاکرات صلح، این برعکس نتیجه داد. یعنی طالبان دامنه جنگ را گسترانیده تر ساختند و نیروهای بیشتری را برای خود جلب کردند و در یک وضعیت خیلی بهتر قرار دارند. ممنونم از ملک ستیز، تحلیلگر مسائل افغانستان از کوپنهاگ دانمارک با ما. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. مقام های محلی در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگوین حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در این ولایت دفع شده. در این حمله که دیشب با انفجار یک خودرو بمبگذاری شده شروع شد، یک غیر نظامی کشته و 8 سرباز افغان مجروح شدند. همزمان والی قندوز در شمال افغانستان به بی بی سی گفته دست کم 8 نظامی افغان در حمله طالبان به ولسوالی امام صاحب کشته شدند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید ایران در 9 ماه اول سال 2020 فقط 11 میلیارد دلار از نفت درآمد داشته. طبق گزارش این سازمان ایران در سال 2019 حدود 30 میلیارد دلار و سال قبل از آن 67 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشت. بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم صادرات نفت ایران که قبل از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه بود حالا به 300 هزار بشکه در روز افت کرده. در ایران سپاه پاسداران رزمایشی را در منطقه کویر مرکزی شروع کرده. به گزارش رسانه‌های ایران در مرحله اول این رزمایش عملیاتی ترکیبی با استفاده از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادهای نیروی هوافضای سپاه انجام شده. پیام رسان سیگنال همزمان با افزایش کاربرانش از فروشگاه‌های آنلاین نرم افزار در ایران حذف شده. این هفته بعد از اینکه واتساپ اعلام کرد بعضی از اطلاعات کاربرانش را در اختیار شرکت مادر یعنی فیسبوک می‌گذارد، موج مهاجرت از این پیام رسان به اپلیکیشن‌های رقیب مثل تلگرام و سیگنال در همه جای دنیا شروع شد. اما ایران که تلگرام را هم پیشتر فیلتر کرده بود، از امروز دسترسی به پیام رسان سیگنال را بسته. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا با ما هستند. آقای رشیدی، میدونیم که خیلی از اپلیکیشن ها در ایران مسدودند، دسترسی بهشون امکان نداره، یا فیلتر هستن یا اینکه اصلا خریداری اونها به آسانی انجام نمیشه. جلو استفاده از این اپلیکیشن ها رو تا چه حد میگیره؟ خب همونجوری که این یه بازی موش و گربه است که سالها تو ایران ادامه داره. یعنی اگه موفق شدن که تلگرام و نمیدونم خیلی از اپهای دیگه، سایتهای دیگه رو فیلتر کنن، مردم بهش دسترسی نداشته باشن، تو این قضیه هم موفق شدن. فقط تاکید بکنم که سیگنال الان فیلتر نیست، ولی همون در واقع مرجعی که دستور فیلترینگ میده دستور داده از توی فروشگاه‌های در واقع اپلیکیشن اپ استورای ایرانی حذفش بکنن. ما میدونیم که رابطه خوبی ایران با فیسبوک نداره، مثلا با خود فیسبوک فیلتر هست و همینطور در مورد واتساپ هم خیلی حرف و حدیث زیاد بوده. چرا الان اجازه نمیدن که به آسانی این انتقال انجام بشه؟ ببین، من فکر کنم یه سری دلایل متفاوت داره، چند تا دلیل میشه براش گفت. یه دلیل از نظر تاریخی، اگه شما نگاه بکنین، هر زمانی که یک سایتی، یک اپلیکیشنی محبوب شده، سریع رفتن سمت اینکه محدودش کنن دسترسی بهش، چون میترسن، نگرانن نکنه اونجا الان داره یه اتفاق عجیب غریبی میافته که روش کنترل ندارن، همیشه میخوان کنترل داشته باشن. یه دلیل دیگه‌اش این هستش که سیگنال از نظر ساختاری تفاوت‌های عمده‌ای با بقیه اپلیکیشن‌هایی که توی بازار هستن داره، که در واقع میشه گفت جاسوسی ازش رو کار بسیار دشوار، شاید حتی غیر ممکنی بکنه. واتساپ درسته که برای در واقع رمزگذاری اطلاعات، وقتی شما دارین باهاش فایل میفرستین یا دارین باهاش تلفنی صحبت میکنین، از همون ابزار پروتکلی استفاده میکنین، سیگنال میکنه. اما اگه شما دسترسی به گوشی داشته باشین با بد افزار، یا حالا فیزیکی گوشی دست شما باشه، میشه اون اطلاعات رو پیدا کردش. سیگنال ساختارش اساسا به شکلی هستش که هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه یک دولت بخواد بهش دسترسی پیدا بکنه، چیزی که در واقع تو سیگنال باشه. و در نهایت یکی از دلایل معمولا برای محدود کردن پیام رسان‌ها حمایت از پیام رسان‌های داخلیه که خیلی دربارش حرف میزنن. آیا کاری در اون زمینه شده؟ آیا این تصمیم رو میشه در اون راستا در نظر گرفت؟ همیشه مقامات ایرانی این رو عنوان کردن که زمانی که یک جایگزین آماده داشته باشن میخوان فیلتر بکنن. حالا همهشون نه، یک گروهی از مقامات ایرانی در واقع این توجیه رو دارن. الان ما نداریم جایگزین در ایران، یعنی هستن اپلیکیشن های پیام رسان مختلفی هستن که اینا دارن با بودجه های دولتی، وام های دولتی، امکانات حتی زیرساختی دولتی دارن کار میکنن. یه سریشون اصلا به زور مردم رو عضو شبکه
تشکیه خودشون کردن بدون اینکه آدما خبر داشته باشن که عضو شدن. ولی همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم، تمام این سرمایه گذاری ها و منابعی که صرف کردن در نهایت موفق نبوده. دلیل سادهش هم این استش که اعتماد وجود نداره. چیزی که در درون ایران با این همه حمایت های حکومتی میره جلو، در نهایت مردم بهش اعتماد نمیکنن. حق هم دارن. یه سابقه خیلی طولانی ما داریم در ایران که جاسوسی کردن، شنود کردن، حق و حقوق مردم رو نقض کردن. بنابراین مردم حق دارن که اعتماد نکنن، به اون خارجی بیشتر اعتماد کنن تا اون کسی که در درون ایران هستش. ممنونم از امیر رشیدی. و همونطور که اشاره شد، پمرسان سیگنال همزمان با افزایش کاربرانش از فروشگاه‌های آنلاین نرم افزار در ایران حذف شده. آقای رشیدی هم توضیح دادن، گزارشی داریم در این باره از پرهام قبادی. به لطف اینترنت و پیام رسان ها، این روزها مردم از این سر دنیا تا آن سر دنیا با هم مجانی در تماسند. در ایران بعد از اینکه تلگرام فیلتر شد، مردم به واتساپ کوچ کردند. اما این روزها سر و کله یک پیام رسان دیگر هم پیدا شده که میگوید از حریم خصوصی کاربرانش به خوبی حفاظت میکند. پیام رسان سیگنال. به محض اینکه خبر آمد عده‌ای شروع به دانلود کردند، امکان دانلودش از فروشگاه‌های آنلاین نرم افزار ایرانی مثل کافه بازار و مایکت برداشته شد. دیجیاتو که یک وبسایت حوزه فناوری است، دلیل حذف سیگنال را دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کارگروه فیلترینگ اعلام کرده. Future is private. قوی ترین رقیب سیگنال واتساپ متعلق به فیسبوک و مارک زوکربرگ است. این پیام رسان هفته پیش به کاربرانش گفت برای ادامه استفاده باید شرطی را بپذیرند. واتساپ از آنها خواسته اجازه دهند اطلاعاتشان را به فیسبوک بدهد، البته نه محتوای پیام ها و تماس ها را. اطلاعاتی مثل شماره تماس و اسامی افراد، اطلاعات درباره نوع تلفن همراه، نشانی IP که محل وصل شدن کاربر را نشان می دهد و پرداخت های مالی در واتساپ، البته در آمریکا و نه در اروپا، احتمالاً چون قوانین حریم خصوصی در اروپا سخت گیرانه تر از آمریکاست. اقدام واتساپ نه تنها در ایران که در جهان باعث مهاجرت بسیاری از این پیامرسان به پیامرسان‌های رقیب شد، تلگرام و سیگنال. موج دانلود ناگهانی سیگنال به حدی بود که این شرکت گفت مدتی برای ارسال کد تایید با مشکل روبرو شده. قبل از اینکه واتساپ تصمیمش را اعلام کند، سیگنال حدود 250 هزار بار در یک هفته دانلود شده بود، اما هفته بعدش اوج ناگهانی گرفت و 8 میلیون و 800 هزار بار دانلود شد، افزایش 35 برابری. تلگرام هم شاهد رشد بود. در هفته قبل از اعلام تصمیم واتساپ 6.5 میلیون بار دانلود شده بود و هفته بعدش 11 میلیون بار. واتساپ اما از هفته پیش تا دیروز حدود 10 میلیون و 500 هزار بار دانلود شده که نسبت به هفته قبل 17% کاهش داشته. آنچه واضح است سیاست اخیر واتساپ برگ برنده سیگنال بود که خیلی کاربران را به سویش روانه کرد. اما آنچه مشخص نیست دلیل حذفش از فروشگاه‌های آنلاین نرم افزار در ایران است و اینکه چرا مقامات ایران واتساپ را به دیگر پیام رسان‌ها ترجیح می‌دهند. پرهام قبادی، BBC. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. معاون رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با BBC گفته واشنگتن به طالبان بیش از حد امتیاز داده. این در حالی است که امروز موعد تکمیل روند کاهش نظامیان آمریکا در افغانستان فرا رسیده. کمیته فیلترینگ در ایران دسترسی به پیام رسان سیگنال را در فروشگاه‌های آنلاین نرم افزار مسدود کرد. در ادامه این برنامه، عملیات جستجو و نجات برای زیر آوار ماندگان زلزله اندونزی. در سراسر جهان شمار قربانیان ویروس کرونا از 2 میلیون نفر گذشته. نوع جدید ویروس در برزیل حالا جدیدترین تهدید برای جهان است که در تکاپو برای بازگشت به دوران قبل از همه گیری است. دانشمندان میگویند قدرت سرایت در جدیدترین نوع ویروس بسیار بالاست و دلیل افزایش چشمگیر میزان ابتلا. شیدا هوشمندی گزارش میدهد. تزریق واکسن کووید 19 اینجا در نیویورک که از دوشنبه گروه‌های بیشتری را در برنامه واکسیناسیونش جا داده. خبر خوشحال کننده برای شهری که ضربه‌ای بزرگ از ویروس خورده. برای این مرد که به زودی رهبری مبارزه با کووید 19 را به دست می‌گیرد، اما راهی ناهموار در پیش است. انتظارات از جو بایدن بالاست.
رئیس جمهوری منتخب امریکا که دست بر قضا مراسم تحلیفش مصادف با سالگرد تایید نخستین مورد ابتلا به کووید 19 در امریکاست. او حالا با قول حدود 2 تریلیون دلار مشوق مالی به پیشواز 4 سال مدیریت بزرگترین اقتصاد جهان می رود. Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit and most in need. بسته نجات شامل کمک مالی به آن دسته است که بیشترین صدمه را از همه‌گیری کرونا دیدند. ما به شهروندان نیازمند آمریکایی 2000 دلار وجه نقد پرداخت و بیمه بیکاری را تا پایان ماه مارس تمدید می‌کنیم. این یعنی 18 میلیون آمریکایی می‌توانند همچنان روی کمک مالی دولت حساب کنند. آمار مبتلایانی که روزانه در امریکا شناسایی می‌شوند از 2 هفته پیش اوج گرفته و در چند روز اخیر نزدیک به 230 هزار مورد بوده. تصویب طرح بایدن با توجه به افزایش میزان ابتلا و اکثریت دموکرات حاکم بر مجلس نمایندگان بسیار محتمل است. بخش دیگر از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری صرف انجام بیشتر آزمایش کرونا، کمک به بازگشایی مدارس و واکسیناسیون می‌شود. آقای بایدن وعده داده که در 100 روز نخست ریاست جمهوریش 100 میلیون نفر واکسینه شوند. اما جهش مداوم و پرسرعت ویروس کرونا هدف گذاری را پیچیده و مبهم کرده. اینجا ماناوس در برزیل است. دانشمندان گونه جدیدتری از ویروس یافتند. در ماناوس بخش درمان تحت فشار است. شمار مبتلایان به سرعت بالا می رود. دستگاه اکسیژن کم است. پژوهشگران می گویند سرعت ابتلا به خاطر بالا بودن قدرت سرایت جدیدترین گونه ویروس است. آژیر هشدار در امریکای لاتین به صدا درآمده و دولت بریتانیا حالا ورود مسافران از این منطقه و همچنین کشور پرتغال را به خاطر مراودات نزدیک با برزیل ممنوع کرده. با این حال نخستین مورد ابتلا به گونه برزیلی ویروس کرونا امروز در بریتانیا گزارش شده. این کشور روز پنجشنبه بیش از 1200 قربانی کرونا داشت. بیشتر شهرها در قرنطینه هستند و حالا آثار تعطیلی واحدهای تجاری در آمار نگران کننده اقتصادی نمایان می شود. اقتصاد این کشور در ماه نوامبر، ماهی معمولاً پر رونق، بیش از 2.5% کوچک شده. این در حالی است که بریتانیا در این ماه هنوز وارد قرنطینه سراسری نشده بود. 1 سال از روزهای نخستین آشنایی بریتانیا و کشورهای اروپایی با خطر ویروس کرونا می گذرد. حالا در چین، کشوری که ویروس در آن شناسایی شد، هم موارد ابتلا بالا می رود. 144 مورد ابتلا در 24 ساعت منتهی به پنجشنبه آماری است که دولت چین اعلام می کند. به نظر می رسد در این کشاکش 1 ساله انسان با فاصله از ویروس عقب مانده. حالا شاید مهمترین ابزار برای شکست ویروس همکاری بین المللی برای افزایش سرعت واکسیناسیون در سراسر جهان باشد. شهیده هوشمندی بی بی سی. زلزله به بزرگی 6.2 جزیره سولوویسی در شمال اندونزی را لرزاند. 2 جان دست کم 34 نفر را گرفت. گزارش شده که حدود 50 هزار نفر هم آواره شدند. مرکز این زلزله در 6 کیلومتری شمال شرق شهر ماجنه بود که به ساختمان‌های این شهر و شهر ماموجو در نزدیکی آن آسیب زده و باعث قطعی برق شد. در حالی که چند ساعت قبل از آن یک لرزش خفیف‌تر رخ داده بود، تا کنون دست کم 26 پس لرزه هم اتفاق افتاده. بیمان می رود که چندین نفر در اوجونگ پاندانگ زیر آوار دفن شده باشند. تانیا دندیرونس گزارش می دهد. جستجو زیر آوار. این نتیجه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 است که حدود ساعت 1:30 جزیره سولوویسی اندونزی را لرزاند. چند ساعت بعد از یک زمین لرزه خفیف‌تر. اینجا ترس و وحشت آشکار است. بعد از اینکه یک نفر را در این جزیره آوار بیرون کشیدند، مسئولان سعی می‌کنند فضای کار را برای امدادگران باز کنند. با تکانهای زمین لرزه اول که حدود 7 ثانیه طول کشید، هزاران نفر برای حفظ جانشان خانه هایشان را ترک کردند. هشدار سونامی صادر نشده، اما تخریبی که زلزله به جا گذاشته مشهود است. ساختمان های زیادی از جمله یک بیمارستان فرو ریختند. شمار کشته ها رو به افزایش بوده و صدها نفر زخمی شدند. تمرکز همه برای یافتن کسانی است که زیر آوار ماندند تا بلکه عده بیشتری را نجات دهند.
اندونزی زمین لرزه ها و سونامی های زیادی را تجربه کرده. مقام ها به مردم هشدار دادند که آماده باشند. دو زلزله و حداقل 28 پس لرزه اتفاق افتاد و از اونجایی که کانون زمین لرزه در نزدیکی ساحل بود احتمال رانش زمین در بستر دریا هست. پس اگه کانون پس لرزه های بعدی در حوالی ساحل باشه هنوز احتمال سونامی وجود داره. این موضوع باعث شده بعضی ها از ترس فاجعه احتمالی به مناطق مرتفع بروند تا شاید از سونامی در امان باشند. تانیا دندرینوس، BBC نیوز. پنج روز مانده به پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، فضای پایتخت آمریکا کاملا امنیتی است و دادستان‌های فدرال در دادگاه‌های آمریکا هواداران رئیس جمهوری که 9 روز پیش به کنگره هجوم آوردند را به تلاش برای ترور نمایندگان و سناتورها و دیگر مقام‌ها متهم کردند. یک نظرسنجی جدید میگوید اکثریت آمریکایی‌ها معتقدند دونالد ترامپ به خاطر آنچه تهییج حامیانش برای حمله به کنگره خوانده شده باید محاکمه شود. بهمن کلواسی همکارم از نیویورک با ماست. بهمن، به نظر میاد که آقای ترامپ در بد مخمصه افتاده. بله، این پیامدهای این ماجرا قطعا پس از ریاست جمهوری هم گریبان او را خواهد گرفت. همین چند دقیقه پیش دادستان محلی پایتخت آمریکا صحبت از این کرد که داره بررسی میکنه بعد از اینکه آقای ترامپ مسئولیت قضاییش رو 5 روز دیگه دست بده، ببینه آیا میتواند برای او پرونده درست کنه در حوزه قضایی خودش و همچنین برای وکیل او آقای جولیانی با همین اتهامی که اونها در این تجمع قبل از حمله تهییج کردند یا نه. میدونیم که اون ویدیویی که 2 روز پیش آقای ترامپ داد هم در پی این بود که وکلای خودش تاکید داشتن که اگر نیاد و محکوم نکنه بدون اما و اگر، ممکن است که راه پرونده سازی براش با همین اتهام تهییج بازتر بشه بعد از پایان ریاست جمهوریش، که خب این سبب شد آقای ترامپ راضی بشه اون ویدیو رو ضبط بکنه. و همه اینها در کنار این واقعیت است که مجلس سنا هم محاکمه بعد از استیضاح رو پس از خروج او از کاخ سفید انجام خواهد داد و اگر 2/3 اگر بزرگی است 2/3 سناتورها رأی به محکومیت بدن، اون وقت می توانند همچنین او رو محروم بکنن از اینکه دیگر وارد هیچ انتخاباتی نتونه بشه. و البته همچون که در مقدمه اشاره کردی، افکار عمومی آمریکا بالای 80%شون محکوم کردند با این حمله رو و بالای 55% گفتن که آقای ترامپ مسئول است و باید دادگاهی بشه. در نتیجه چشم‌انداز روشنی از نظر حقوقی آقای ترامپ فعلا نداره پس از این ماجرا بعد از پایان ریاست جمهوریش. 4-5 روز بیشتر تا مراسم تحلیف ادای سوگند توسط جو بایدن نمونده. این حرف‌ها چقدر ممکنه که اون مراسم رو تحت شعاع قرار بده؟ خب کاملا تحت شعاع قرار داده همین الان به خاطر نگرانی‌های امنیتی. البته به خاطر فضای کووید قرار نبود که به صورت سنتی و معمول شاهد حضور 10,000 نفر از حامیان آقای بایدن در برابر ساختمان کنگره باشه، همونطور که رؤسای جمهور قبل داشتن، ولی از اون هم محدودتر برگزار خواهد شد. حتی قرار بود یک تمرینی آقای بایدن و تیمش انجام بدن که مراسم ادای سوگند رو بر اساسش به اصطلاح قبلش آمادگی داشته باشن. روز یکشنبه اون رو به روز دوشنبه انداختن. قرار بود آقای بایدن با قطار از ویلمینگتون، شهر محل زندگیش، به واشنگتن بیاد، کاری که سالها وقتی که سناتور بود انجام میداد. اون رو هم لغو کردن و همین صحنه هایی که واشنگتن رو به یک دژ امنیتی تبدیل کرده با حضور بیش از 20,000 عضو گارد ملی، یک مراسم تحلیف و ادای سوگند بسیار متفاوتی رو شاهد خواهیم بود. و میدونیم که نگرانی ها همچنان به صورت جدی وجود داره که وقایع روز 6 ژانویه ممکن است در سطح محدودتری تکرار بشه و همین جهت وضعیت این تحلیف و مراسم سوگند بسیار متفاوت خواهد بود با اونچه که در گذشته شاهد بودیم در پایتخت آمریکا. ممنونم از بهمن کلواسی در نیویورک. می توان به جرات گفت لیلا تنها بیناجنس افغان است که با هویت خودش درباره مسائل و مشکلات افراد بیناجنس از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی کرده. لیلا که بعد از تولد صبور حسینی نام گرفت و خانواده جنسیتش را مرد انتخاب کردند، از همان کودکی می‌دانست که لیلا است. داستان لیلا به این دلیل منحصر به فرد است که او در چارچوب جنسیتی که برایش انتخاب شد اسیر نمانده و با تمام آزارهای فیزیکی و تبعیض‌ها همچنان در اجتماع حضور فعال دارد. روایت لیلا معلم بیناجنس افغان رو ببینید.
جان به سید صبور حسینی هستم، معلم در یک مدرسه ایران و من 64 سال سن منه. رو جنسه بیدم خیلی مرد که حتی من در حموم مردونه را نمیدن، میگم تو نمیدن باید خور بشیدی، باید میرم به دریا پل پشتو خور بشیرم، دیگه به اوتوبوس ها و اینا به من میگن که تو نشید برو بکره خورا، حتی به مسجد که نماز بخونم این آخوند مسجد و میگه تو معلم سای بریم به او عده از ما فاسق به نماز ما اشکال پرگد، من جماعت نمیگذارم نماز بخونم، ما چه کار شده و بعضا به میگن تو چرا رقص کردی شما کافر شدی. دارید که هر نوع لباسی بپوشیم، ما ترس اجتماع نمیتونیم خرچی کنیم، دارای احساس و عاطف زنانه است در قالب یک مرد، ما دوست داره که موا خور، ما ترس اجتماع موا خور نمیتونیم چی کنیم و حتی بپوشونیم به این جوره هسته، ما ترس کنیم حتی به دیشتا و من تعدید شده به این لباس هایی که ما میپوشیم، اینا به لباس افغانی ما نمیتونیم به لباس های شخصی خور خورم، ما این طلب اصلا دوست داریم باشه ببینن که ما حتی به درشی نکتایی میکنه، نکتایی من کشکم موام جمع کرد که تو چلی نکتایی میشه تو کافر شدی و جگه آن به ایجوره و هم طلب اصلای ما آن لباس ها ما ایجوره لباس ها است، ما این طلب اصلا دوست داریم، نمیتونیم ترس اجتماع خور چی کنیم، این هم بگم من داره احساس عاطف زنانه در قلبی یک من دسته چه کار کنم؟ مهمان برم خارج از کشور یک جای برم که زندگی کنم، این جمعه درسته همه امکانات اینا در اختیار ما هستم، متاسفانه مردم من خیلی آزار اذیت میدن، به هر جا میرم به من چی میگم نرماده میگم، خب نرماده یعنی زن و مرد میگه چیست خدا یوتیب کنه تنشا هر طرف به چاک کتک میخوره جوریایته اشوه بده این لبایته زنگ دینم با میشه با آهنگ هیراتی شور بده کاکولایته ببین چی بقا میشه یا برای رفت خستگی شما که ترژید به چی شدی کردم دیگه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.